روایت جبهه رفتن خامنه ای. رفتم خدمت امام، گفتم به نظرم رسیده وجود من در جبهه الان مفید است. من خواهش میکنم شما اجازه بدهید که من بروم جبهه. ایشان همچین در اولین کلمه بدون هیچ چیزی گفت: خیلی خوب، مانعی ندارد. یعنی هیچ اصلا مخالفتی مقاومتی نکردند. موضع مجاهدین برای دفاع از میهن و اعتراض به دستگیری ها در جبهه و شلیک از پشت. خامنه ای: ما گفتیم شماها تابلو را بردارید، حل بشوید، باشید مثل بقیه. شما میخواهید اتحاد نیروهای مسلح را به هم بزنید. وقتی عراق تو خاک ما بود، بچه ها رفتن، همین برادرمون مهدی ابریشمچی هم مسئول هیئت ما بود. اهواز اون موقع بهشتی رفته بود. گفتم چرا اینقدر اذیت میکنی؟ آخه ما تو جبهه جلومون که عراقی ها بودن، پشت سرمون حزب اللهی ها میزدن، بعد هم میبردن در ملای عام شلاق میزدن، بعد خلی سلاح میکردن، زندان، اعدام. بهشتی گفته بود ببین، ما ترجیح میدیم نه یک خوزستان، ده تا خوزستان هم بره، ولی مبادا دست شما بیفته. پنج مهر 1359 آیت الله خامنه ای عازم جبهه بود. اوائل جنگ من چون احساس کردم که نیروهای نظامی ما بسیار کم هستن و ضعیف هستن، برای این که بتوانیم همون عده نیروهایی که هستن رو رویه بدیم و افراد دیگه‌ای رو هم از مردم دعوت کنیم که حکومت کنن، من از امام اجازه گرفتم و رفتم جبهه. رفتم خدمت امام، رفتم اونجا، دیدم اتفاقا آقای چمران هم اونجاست. چمران هم برای کار دیگه آمده بود، برای این قضیه نیامده. یه قدی صحبت جنگ شد و مسائل رو گفتیم اینا، من بعد به امام گفتم من به نظرم رسیده وجود من در جبهه الان مفید. گفتم هم که چه فایده هایی میتونه داشته باشه. من خواهش میکنم شما اجازه بدید که من برم جبهه. ایشون همچنین در اولین کلمه بدون هیچ چیزی گفتن خیلی خوب، مانعی ندارم. یعنی هیچ اصلا مخالفتی مقاومتی نکردن. بیرون خانه امام، آیت الله خامنه ای به چمران پیشنهاد کرد با هم بروند. چمران چند ساعت مهلت خواست. قرار ملاقات هر دو فرودگاه مهرآباد تهران بود. در این مدت آیت الله خامنه ای به خیابان ایران برگشت، به خانه. در طی ساعت آینده میخواست به جبهه جنگ برود، جایی که میتوانست نقطه بدون بازگشت باشد. مطمئن بودم که بر نمیگردم، یعنی خاطرم جمع بود که بر نمیگردم. یادمه که خونه و زندگی و بچه ها رو که نگاه میکردم با نظر وداع بود، یعنی فکر میکردم که دیگه رفتیم و دیگه من نخواهم دیدیم. وقتی که بنا شد که برم بزنم، رسید که خب با این قبال عبادی که نمیشه رفت جبهه، لباسم رو عوض کنم. با چمران مشورت کردم، گفتم آقای چمران چطوره من لباس ارتشی بپوشم بیام؟ گفت خیلی عالیه، خیلی خوبه. منم معطل نکردم، رفتم یه لباس سربازی برداشتم و اون لباس اولی هم لباس خیلی گله گشاد ناسازی بود و هیچ، شدیم زمین. چند تا عکس یادم اون روزی که یا اون شبی که اون عکسو گرفتیم، رفته بودیم بازدید، خیلی وضع بدی بود، هنوز تأثیر اون فضا در ذهن من زنده است. تسلط هوایی و توپخانه‌ای دشمن بر دزفول و بر اطراف دزفول و اینها اصلا فضا رو تنگ کرده بود. نه، در مورد خرمشهر و آبادان نظر من این بوده و هست که باید این دو شهر را با دو گردان پیاده مکانیزه یا یک گردان پیاده و یکی زرهی در دو سوی این شهر، یعنی یکی در محور خرمشهر چلمچه و دیگری در تقاطع خطوط ماهشهر آبادان و اهواز آبادان حفاظت کنیم. تانگ ها در سنگر قرار بگیرند و از آسیب ضد تانگ دشمن محفوظ بمانند و از پیشروی دشمن جلوگیری کنند
و برای نیروهای ضد تانک ما این فرصت را فراهم کنند که به دشمن دست برد و آسیب وارد آورد. امجد آقای خامنه‌ای، میخوام که برای شما هموطنان عزیز بفرمایید که وضعیت کلی نیروهای ارتش انقلاب در قبال نیروهای حزب بعث عراق چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. البته نباید بگید در قبال نیروهای حزب بعث عراق، زیرا که نیرو اگر چنانچه شامل نفرات و تجهیزاته، اون وقت این تجهیزات دیگه مربوط به حزب بعث عراق نیست، مال هر دو ابرقدرت. بنابراین نیروهای ما در مقابل نیروهای ابرقدرت ها که دشمن کلی ما هست. اون چیزی که میتونم من الان به شما بگم روحیه فرماندهان و افراد ماست. خوشبختانه فرماندهان و افراد از روحیه های بسیار خوبی برخوردارن. این منطقه‌ای که شما ملاحظه میکنید خب مرتب زیر آتش، یعنی از طرفین فعلا آتش توپخانه میداندار جنگ هست و از طرفین دارند بر روی هم آتش اجرا میکنند. در یک نمونه دیگر، اعضای گروهک منافقین آمده بودند و می‌خواستند از آیت الله خامنه ای اجازه بگیرند تا برای خودشان دفتر و دستک جداگانه داشته باشند. بر کاری می‌کنند با نام و آرم گروهک خودشان انجام دهند. ما گفتیم به اینا که شما تابلو رو بردارید، حل بشید توی این باشید، مثل بقیه که هستن. شما هم برید باشید، شهید بشید، بکشید، کشته بشید. اما با این اتحاد نیروهای مسلح رو به هم نزنید. شما بخواید اتحاد نیروهای مسلح رو به هم بزنید. کمی بعد خبر رسید سوسنگه در خطر سقوط قرار گرفته است. 23 آبان سرهنگ سلیمی از اهواز تماس گرفت. استراتژی قیام و سرنگونی. سلسله آموزش برای نسل جوان در داخل کشور، قسمت 14. بحث درباره خبرگان ولایت فقیه به جای مؤسسان را با نقل قسمت‌هایی از سرمقاله مجاهد در 30 مهر 1358 به پایان می‌برم تا بدانید که مجاهدین در آن روزگار در بحبوحه تنور کشیدن خمینی چه می گفتند؟ همان خمینی که با اشاره انگشت او امت همیشه در صحنه نعره های مرگ بر منافق سر می دادند و هر روز باید به این خاطر مشت و چماق و گلوله می خوردیم. سینه سپر کردن در برابر خمینی و ولایت فقیه آن هم از موضع اسلام کار هر کس نبود. لشکرکشی به کردستان ادامه داشت و خوزستان هم زیر ضرب بود. پدر طالقانی درگذشته و بازرگان از دور خارج شده بود. نهضت آزادی یارای دم زدن در مورد ولایت فقیه نداشت و شریک حاکمیت بود. در روز رفراندوم تلویزیون رژیم داریوش فروهر را نشان می داد که زیر بغل الله یار صالح برجسته ترین بازمانده جبهه ملی را گرفته و او را کشان کشان برای رأی دادن به قانون اساسی ولایت فقیه پای صندوق می برد. بنی صدر که بعداً نخستین رئیس جمهور رژیم شد می نوشت که اصلاً خودش یکی از 7 نفر نویسندگان اصل 110 ولایت فقیه در خبرگان بوده است. آنها هم که در انتخابات مجلس بررسی قانون اساسی در خبرگان با ما ائتلاف کرده بودند، هر یک از گوشه‌ای فرا رفتند و پای تحریم و عدم شرکت نیامدند. شگفتا که در آستانه رفراندوم خبرگان و قانون اساسی ولایت فقیه، رهبران کار کشته حزب توده هر روز در پی دیدار با من و موسا بودند، تا بلکه ما جوانان ناپخته را مانند جوانان به خط آمده اکثریتی در خط امام و در دیگ ولایت پخته و سوخته نمایند. می‌خواستند ما را هم مثل خودشان
به رأی دادن به دیکتاتوری ولایت فقیه ترغیب و تشویق کنند و از همسو شدن با امپریالیسم آمریکا پرهیز بدهند. البته ما هرگز ملاقات با رهبران حزب توده را نپذیرفتیم تا همچنان انقلابی و سرکش در برابر ارتجاع باقی بمانیم. نگو که روزها با آنها، یعنی دیکتاتوری حاکم بودند، نه با ما. به خصوص که شوروی در آستانه حمله و اشغال افغانستان بود و هوای خمینی را داشت. 12 آذر روز رفراندوم قانون اساسی ولایت فقیه در ایران بود و کمتر از 1 ماه بعد در 6 دی 1358 نیروهای شوروی وارد افغانستان شدند. نشریه مجاهد در آستانه آزادی گروگانها رسماً به حکم دادستان ارتجاع توقیف شده بود. در مهر و آبان 59 همین که خمینی دید ریگان ریاست جمهوری آمریکا را به عهده می‌گیرد و سنبه خیلی پرزور است، علی‌رغم همه اولدرم برلرم های قبلی خودش به شدت ترسید و جا زد و با امضای قرارداد الجزایر شعبده گروگانگیری در سفارت آمریکا را جمع کرد و پایان نمایش را اعلام نمود. عقب نشینی آسانسوری خمینی به قدری افتضاح بود که به غیر از جناح غالب حتی جناح‌ها و گروه بندی‌های درونی رژیم این قرارداد را روی دست قرارداد ترکمانچای توصیف می‌کردند. عیناً مانند جنگ ضد میهنی در اینجا هم خمینی باید جواب می‌داد که چرا و به چه خاطر و با چه نتایجی به گروگانگیری روی آورده است. اینها سوالاتی بود که در آن ایام نشریه مجاهد در شرایطی که رسماً توقیف شده بود با تیراژ نزدیک به 500,000 نسخه وسیعاً به میان مردم می برد و به همین خاطر خمینی دیگر تحمل آن را نداشت. ابتدا دادستان ارتجاع با استفاده از فضای جنگ ایران و عراق که همه چیز را تحت شعاع قرار داده بود، در روز 7 آبان انتشار نشریه‌های فریاد گودنشین و بازوی انقلاب را که نشریات بخش اجتماعی و بخش کارگری مجاهدین بودند ممنوعه اعلام کرد. بهانه‌اش این بود که این گروهک‌ها در روزنامه‌ها و نشریات خود نه تنها این جنگ تحمیلی را محکوم نکردند، بلکه به تضعیف روحیه سپاهیان و رزمندگان دلیر اسلام پرداختند. سپس در 11 آبان دادستان ارتجاع، نشریه مجاهد و سایر انتشارات مجاهدین را بالکل ممنوع اعلام کرد. در همین روز مجلس رژیم به دستور خمینی با فوریت و در اجلاس‌های سری طرح آزادی گروگان‌ها را تدوین کرد و 2 روز قبل از انتخابات آمریکا به تصویب رساند. در این ایام خمینی از ترس ریگان 1 روز و 1 ساعت را هم نمی‌خواست از دست بدهد. روز بعد در 12 آبان رژیم برای مشغول کردن مجاهدین به طور ناگهانی اعلام کرد که در فردای همان روز، یعنی 13 آبان، دادگاه مجاهد اسیر محمد رضا سعادتی به صورت غیر علنی و در خفا برگزار می شود. یعنی که هیچ فرصتی برای حضور وکلای بین المللی او در این دادگاه باقی نگذاشت. در 25 آبان خمینی حکم احضار
و تعقیب رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران را از طریق دادستانش صادر کرد. بیچاره باز هم مجاهدین را نشناخته بود و گمان می کرد جا می زنند. اما مجاهدین در اطلاعیه خود جبران بزرگترین خطای شاه از سوی ارتجاع حاکم را به سخره گرفتند. همزمان در روز 25 آبان خمینی از طریق دادستان ارتجاع در آبادان با صدور حکمی مقرر کرد که مجاهدین بایستی ظرف 24 ساعت سنگرهای جبهه و شهرهای جنوبی را تخلیه کنند. اما قبل از خشک شدن مرکب این حکم، تعقیب، دستگیری و شکنجه صدها مجاهد جان بر کف در آنجا آغاز شد. دو سه ماه بعد مجموعاً احکام 286 سال زندان برای مجاهدان دستگیر شده در جبهه های جنگ که جدا از صفوف خمینی به دفاع مشروع از وطن و خاک خود اشتغال داشتند صادر شده بود. در همان زمان بهشتی در دیداری با برادرمان مهدی ابریشمچی در خوزستان به او صریحاً حرفی با این مضمون گفت که خوزستان را از ایران بگیرند بهتر از این است که شما حکومت را از ما بگیرید. اما مجاهدین در زیر تعقیب و کنترل دائمی کمیته چیها و پاسداران و البته با مشکلات فراوان به انتشار مخفیانه مجاهد هفتگی ادامه دادند که در فروردین 60 در 30 نقطه کشور چاپ یا تکثیر می شد و تیراژ آن به بیش از 500 هزار نسخه رسید و تا 30 خرداد به 600 هزار افزایش یافت. تیراژ روزنامه حزب حاکم جمهوری اسلامی در این زمان زیر 30 هزار بود. برخی منابع موثق تیراژ آن را در برخی ایام 18 هزار گزارش می کردند که اکثر آن یا با بودجه دولتی خریداری شده و در ادارات و ارگانهای حکومتی توزیع می شد یا به فروش نرفته به دفتر روزنامه برمی گشت.